قسمی، هوا تو اگه بخوای ازم بگیری میمیرم. تو نور چشممی، آخه عشقمی، اگه تو بگی باید واسم بمیری میمیرم میمیرم. عاشقم و های من، دوست دارم بای، بیقرارم، قلبمو میخوای پس چرا نمیای تو کنارم. عاشقم و های من، دوست دارم بای، بیقرارم، قلبمو میخوای پس چرا نمیای تو کنارم. خب ساعت منم داره عوض میشه، همین الان آقای رفیعی اومده، من هنوز نمیدونم چه ساعتی میشم، ولی ساعتم احتمالاً عوض میشه. حالا بعد در شما رو در جریان میذاریم که چه ساعتی عوض میشه و چه ساعتی قراره برنامه بشه. اما همین که الان روی مموریتون کار کنیم و بدونیم که این مموری که ما داریم ازش استفاده میکنیم، این حافظه‌ای که ما ازش استفاده میکنیم، چقدر به نفع ماست، چقدر میتونه تو زندگی ما رو واقعا به اون چیزی که میخواییم برسونه. حتی اگه یک نفر رو میبینید، مثلا یک سابجکتی رو که در موردش صحبت میکنید، این که به شما میگم کتابی رو بخونید که مربوط به اون چیزی نباشه که همیشه میخونید، شما فکر نمیکنید بعضی موقع آدم میتونه چند شانسای خودش رو اینجوری امتحان بکنه که هر چیزی که یاد میگیره نه تنها به نفع خودشه، نه تنها اینکه حافظش رو قوی میکنه و تمرکزش رو بالا میبره، شما میتونید آدمهای جدیدی تو زندگیتون رو ملاقات بکنید که روی اون سابجکت ها، روی اون کارها علاقه مندی دارن و میتونن با شما دوستای مشترک خوبی بشن و میتونن یه دوستی با شما برقرار کنن و چه بسته که شما تو اون داستان چقدر بتونید توی زندگی پیشرفت بکنید و خودتون رو جلو ببرید. خب این هم از حافظه، اما امروز میخوام در مورد یه مبحث دیگه با شما صحبت بکنم که فکر میکنم برای خیلی از ماها مهم باشه، چه اینکه ما الان این موضوع رو بدونیم، چه فکر کنیم که، چون همیشه ما یاد میگیریم که اگر یه چیزی مربوط به بچه ها باشه فکر میکنیم که خب الان لزومی نداره من گوش کنم چون این موضوع اصلا مربوط به من نیست و مربوط به بچه هاست. اگر که موضوع مربوط به سن بالاها باشه، بزرگ سالان باشه، همیشه خودمون رو کنار میکشیم و فکر میکنیم که خب هنوز که ما پیر نشدیم که بخوایم در مورد این مسائل بدونیم. چه بس خوبه که همینقدر که بهتون میگم چقدر خوبه آدم علم و دانش خودش رو در هر مسئله، در هر کاری بالا ببره و واقعا بتونه رو هر کاری که تو زندگیش انجام میده یک اطلاعات عمومی خاصی رو داشته باشه که بتونه واقعا بهش کمک بکنه. و باور کنید که این اطلاعات همیشه تو زندگی به شما کمک میکنه و میتونه همه جا به درد شما بخوره. من خودم همینجور که بهتون میگم که درس میخونم، خیلی جالبه وقتی که میشینیم یه جایی با هم، مثلا با دوستانی صحبت میکنیم که کاراشون، شغلاشون چیزای دیگه است، اما بعضی موقع چون من خودم آدمی هستم که دوست دارم خیلی چیزا رو امتحان کنم، خیلی چیزا رو بدونم، مثلا اگر که مثلا فرضاً من مثلا دارم یه رشته‌ای رو برای خودم دوست دارم و اون رشته رو میخونم، هیچ دلیلی نداره بعضیشا فکر کنن که خب مثلا هیچ مهم نیست که من مثلا در مورد بدونم که لا یا قانون چی گفته، قانون در رابطه با این مسئله چی گفته. نه، بعضی موقع میشنم میخونم، اگه که میخوام فرضاً با وکیلی صحبت بکنم، اگه فرضاً میخوام با مثلا کاری رو داشته باشم، حتما میرم تو اینترنت میشنم میخونم که بدونم که اون کسی که میخوام برم امروز باهاش صحبت بکنم اطلاعات شخصی خودم کجاست که میتونم در مقابلش بشینم و ازش سوال بکنم. نمیخوام یه جوری بشه که وقتی ازش دارم سوال میکنم، چون وقتی شما میرین دکتر برمیگردین به دکترتون میگین دکتر مثلا من این قسمت از بدنم درد میکنم، ممکنه دکتر به شما یه اصطلاحاتی رو به کار ببره که مثلا خیلی متوجه نشید، اما مثلا الان اگه برید به یه خانم مسن پیر بگین که
پوکی و استخوان انقدر در مورد بیماری خودش خوب یاد گرفته که میتونه برای شما توضیح بده که مثلا پوکی و استخوان اینه و چقدر خوبه که ما در موردش اطلاعات داشته باشیم، چقدر خوبه که هر مثلا هر موردی که پیش میاد ما در مورد اون مورد خاص خودمون رو آپ تو دیت کنیم و اون مشکلات رو بدونیم. مثلا اگه میریم پیش یک اکانتری، یه حسابداری و میخواد کار حسابداریمون رو انجام بده، یه چیزایی رو بلد باشیم که وقتی اون طرف ازمون داره 4 تا سوال میکنه بهش جواب بدیم، بگه او مثلا این خودش یه مقدار در مورد این کار میدونه. و چقدر هم خوبه که وقتی آدم اطلاعات داشته باشه دیگران نمیتونن چیزهای اشتباهی رو ازش بپرسن یا چیزهای اشتباهی رو بهش بگن، چون اون شخص میدونه که باید در مقابل اون اطلاعاتی رو که اون شخص داره بهش میده یه سری اطلاعات هم خودش داره و میره روش مطالعه میکنه. و این روزها اینقدر دنیای اینترنت فقط این نیست که شما برید تو وبسایت بشینید با دوستاتون چت کنید و بشینید فقط جواب ایمیل ها رو بدید. شما میتونید برای هر مشکلی که